خودم پشت پا زدم برای چیز. از چیزی نمیخوام دفاع بکنم. اگر ما یاد نگیریم اذعان بکنیم به این که حالا نمیخوام بگم که اشتباه کردیم، چون اینها به هر حال همش مربوط به یک پروسه در واقع اجتماعی هست که همه ارکان یک اجتماع رو در بر میگیره و تاثیر میذاره روش. من هم بخشی از اون اجتماع سعی کردم باشم همیشه. فکر میکنم لازمه که اول اذعان بکنیم به اون کاری که کردیم. من سالها مدیر یک پردیس سینمایی بودم به اسم چارسو. من اونجا رو اصلا راهش انداختم. اونجا مال بنیاد 15 خرداد بوده. من از طرف بنیاد دعوت به کار نشدم، اما به هر حال به عنوان یک هنرمندی که کار مدیریت فرهنگی بلده دعوت شدم. من 2 سال پشت سر هم کاخ جشنواره فجر بین الملل و رئیس کاخ بودم، چون مدیر اون پردیس سینمایی بودم. من اینا رو نمیتونم انکار بکنم. و با همین نگاه هم به حضورات در برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، مثلا برنامه خندوانه یا بازی در برخی محصولات نمایشی با پس‌زمینه تبلیغاتی حکومت نگاه می‌کنید؟ ببینید، در واقع ارزش‌ها در کالبد یک انقلاب رو به جلو دائما در حال تغییر کردن هستند. من نمیتونم بگم که اگر اشتباه کردیم یک اشتباه جمعی بوده، گفتم حالا اینه که هنرمندن، اینا که مشکلی نداره، هر وقت بخواد میتونه بره. نه، واقعا اینطوری نیست. من به سختی تونستم ویزای یک کشور رو بگیرم و بتونم به ساحل هم برسم. یعنی واقعا تا پای دیپورت به ایران، تا پای از دست رفتن همه چیز کشیده شد و نزدیک 1 سال طول کشید تا من بتونم